همزمان با برگزاری مراسم روز معلم در ایران، مشکلات صنفی معلمان و پیامدهای زیانبار چالش‌های ساختاری نظام آموزشی بیش از پیش دامنگیر دانش آموزان کنونی و سازندگان آینده ایران شده است. گزارشی از بهمن سقایی در این باره. گرچه نخستین دبستان مدرن ایران به همت جاستین پرکینز آموزگار میسیونر آمریکایی ساخته شد، اما میرزا حسن رشدیه بنیانگذار مدارس عمومی شناخته می شود که علارغم مخالفت های جدی بنیادگرایان مذهبی، تلاش های بیوقفش برای تأسیس مدارس عمومی مدرن به ثمر نشست. اولین مدرسه رو در تبریز بازگشایی کرد که حمله کردن چندین بار، 8 بار آتیش زدن مدرسه‌ش. خب اینا کیا بودن؟ همین مکتبدارهای بودن که امروزه دارن به اصطلاح هنوز هم دارن مردم رو سرکوب میکنن. اینها ادامه ی همون سرکوبگرایی هستن که رشدیه رو سرکوب کردن، با گلوله زدن، پاشو زخمی کردن، دانش آموزاشو کشتن، در مشهد مدرسه دایر کرد به سبک نوین، اونجا هم مدرسه‌ش رو به آتش کشیدن. به تازگی مجلس شورای اسلامی با افزودن تبصری 12 قانون بودجه سال 1400 اندوختی مالی حدود 700 هزار عضو مؤسسه خصوصی صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی اعلام کرده تا اندوختی آموزگاران را صرف تامین بخشی از کمبود بودجه کند. این اقدام با مخالفت و اعتراضات معلمان روبرو شده، اما پاسخ حاکمیت به این اعتراضات زندانی کردن معلمان بوده است. در رابطه تعلیم و تربیت احساس خطر کردند و فریاد زدند ما داریم به سمت انحطاط اخلاقی پیش میریم. حاکمان باید فکری بکنند. اما حاکمان نه تنها فکری نکردند، بلکه خود اونها رو دستگیر و زندانی کردند. اسماعیل کاملا بیگناه، 5-6 سال زندان کشیده اسماعیل عبدی، باید آزاد بشه. اول هم حقش زندان نبوده، اما باز هم 10 سال براش بریدن و ما ساکت نخواهیم نشست. به گفته معلمان، اگر مطالباتشان برای آزادی کلیه معلمان زندانی و حل مشکلات صنفیشان توسط حاکمیت پذیرفته نشود، آنان چاره‌ای جز ارجاع به یونسکو و دیگر نهادهای بین‌المللی ندارند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.